با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 ماه قوس سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سر خط چند خبر. احتمال دیدار زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی پس از دیدار با نمایندگان طالبان در ابوظبی. وقت نزدیک هم نیکه در چند هفته ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفت های بسیار قابل ملاحظه می باشیم. اظهاراتی که میسون رسیدگی به شرکت های انتخاباتی درباره احتمال تغییرات جدی در فهرست نهایی نام های نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان. فیصله هایی که در ارتباط با نتایج ابتدایی صورت خواهد گرفت طبیعتا تغییرات جدی را ممکنه که در لیست ها ایجاد کند. آمادگی حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن. آمادگی که لازم بود به خاطر ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دانشگاه ما گرفته شده. واکنش ها در برابر تصویرهای بدرفتاری نظامیان ایران با مهاجران افغان. و به توافق نرسیدن وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در نشست ابوظبی برای نخستین بار شمار از چهره های رهبری طالبان و شبکه حقانی شرکت کردند. نمایندگان طالبان در نشست با نمایندگان امریکا، عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عرب و بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند، در حالی که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان از چهار روز بدین سو در شهر ابوظبی به سر میبرند ما طالبان هر گونه دیدار با این هیئت را رد کردند. در این حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز با رهبران حکومت پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد و به گفته وی امشب با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل دیدار خواهد کرد. شریف امینی گزارش میدهد. در واپسین روز نشست ابوظبی، نمایندگان طالبان با نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عرب و پاکستان گفتگو کردند. طالبان میگویند که در این نشست تمرکز بیشتر بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بود و این گروه خواهان توقف حمله های هوایی، برخورد درست با زندانیان و رهایی آنان شدند. در همین حال، منابع نزدیک به طالبان میگویند که در این نشست شمار از چهره های برجسته شورای رهبری طالبان و شبکه حقانی نیز حضور دارند. دا ښکاري چې ممکن انیس حقانی د امریکایي استادانو په مقابل کې خوشه شي او تر څنګ یې نه تنها یوازې انیس حقانی حتی ځینې نور طالبان به هم خوشه شي. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که امروز با رهبران پاکستان درباره نشست ابوظبی گفتگو کرد. به امشب قرار است با رهبران حکومت افغانستان نیز در این باره گفتگو کند. از آغاز گفتگوها میان نمایندگان طالبان و امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب، هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان نیز در ابوظبی به سر میبرند. در حالی که این هیئت برای دیدار و گفتگو با طالبان رفته است، اما نمایندگان طالبان نخواستند با اعضای این هیئت دیداری داشته باشند. در همین حال، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع سال و رئیس دبیرخانه شورای عالی سال در روز معرفی اش در شورای عالی سال از پیروزی روند سال در آینده نزدیک سخن میگوید. وقت نزدیک هم نیکه در چند هفته ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفت های بسیار قابل ملاحظه می باشیم. در راست اگر پراگندگی در این طرف پیش بیه، دولت یک سری شعار ها را بده، احزاب سیاسی یک سری شعار های دیگری بده، این به هیچ وقت به صور که ما می خواهیم کمک نخواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره نشست ابوظبی میگوید که جنگ افغانستان هنگام پایان خواهد یافت که هر دو طرف با یک راه حل سیاسی توافق کنند.
in Abu Dhabi are part of نشست ابوظبی بخش از تلاش های ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به خشونت ها و جنگ ها در افغانستان است. این تلاش ها بخش از راهبرد جنوب آسیای آمریکا است و ما از مدت ها بدین سو گفته ایم که یگانه راه پایان دادن به جنگ افغانستان رسیدن به یک توافق سیاسی است. برخ از منابع نزدیک به طالبان میگویند که نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی با نمایندگان عربستان و سعودی، پاکستان، آمریکا و امارات متحده عرب در یک هتل به سر میبرند. اما هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان هتل جداگانه ای دارند. جلسات اجرایی میگوید حکومت تمامی آمادگی ها را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن گرفته است. سخنگوی ریاست اجرایی هر گونه تأخیر را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از بهر گفتگوهای صلح منتفی میداند، اما میگوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند برنامه عملیاتیش را تا زمان برگزاری انتخابات عملی بسازد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از رهگذر فنی با تأخیر روبرو خواهد شد. در این حال اکنون که کمتر از 3 روز دیگر به ثبت نامهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مانده است، هیچ یک از نامزدان و یا جریان‌های سیاسی به گونه رسمی دسته انتخاباتیشان را آماده نکردند. در این میان جنبش ملی افغانستان میگوید که به آن دسته انتخاباتی میپیوندند که در آن معاونیت نخست ریاست جمهوری به این حزب در نظر گرفته شود. مسعود انصار گزارش میدهد. 3 روز به ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مانده است. امروز که نخستین روز برای دریافت ورقهای ثبت نامهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بود، هیچ یک از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و یا احزاب برای دریافت ورق به کمیسیون مستقل انتخابات رجوع نکردند. آمادگی که لازم بود به خاطر ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دانشگاه ما گرفته شده. در این میان دید و بازدیدهای رهبران احزاب برای ایجاد دسته های مشترک انتخاباتی بیشتر شده است. بین خود صحبت کردیم و یک کاندید خود داشتیم و از هیچ کسی دیگر حمایت نخواد کرد. شرط اول اساسی ما معاونیت اول است، بعدا موضوعات در واقع تحقق خواسته های مردم. حزب اسلامی نیز از ادامه گفتگوهایش با احزاب دیگر روی ایجاد یک دسته واحد انتخاباتی سخن میگوید. حزب در روزهای آینده در مشورت نزدیک با احزاب مؤثر و تاثیرگذار فیصله خود اعلان خواهد کرد. در این میان سخنگوی رئیس اجرایه از معرفی نامزد مشخص از حوزه جهاد و مقاومت سخن میزند. شخص رئیس اجرایه تا هنوز تصمیم نهایی خود را اعلان نکردند. این تصمیم بعد از مذاکره و رایزنی هایی که جریان داره صورت خواهد گرفت، اما قطعا ما این حوزه نامزد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقل می داشته باشه. از سوی هم گمان زنی های درباره تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارند. ریاست اجرای هر گونه تأخیر را در انتخابات از بهر گفتگوهای صلح منتفی می داند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از احتمال به میان آمدن تغییرات جدی در فهرست نهایی نام‌های برندگان انتخابات مجلس نمایندگان سخن می‌گوید. سخنگوی این نهاد می‌گوید کسانی که نام‌هایشان در فهرست نخستین جا گرفتند برندگان واقعی و نهایی نیستند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در روزهای نخست هفته آینده نتایج نخستین انتخابات مجلس نمایندگان کابل و پیش از آن نتایج نخستین 3 ولایت باقی مانده نیز اعلام خواهند شد. در این باره کریم امینی گزارش دارد. بیش از 1000 شکایت از نتایج نخستین انتخابات مجلس نمایندگان 29 ولایت، شکایت هایی که رسیدگی به آنها برندگان و بازندگان واقعی و نهایی انتخابات مجلس را در این 29 ولایت روشن خواهد ساخت. فیصله هایی که در ارتباط با نتایج ابتدایی صورت خواهد گرفت طبیعتاً تغییرات جدی را ممکنه که در لیست های ایجاد کنه. کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج نخستین 4 ولایت دیگر به شمول پایتخت در نخستین روزهای هفته آینده خبر می دهد. من راه را گفتم که احتمال انتهای امشب و یا هم فردا اولی وقت بخیر از طریق کنفرانس مطبوعاتی اعلام خواهیم کرد. کارش 70% پیش رفته. در این میان نهادهای نظارت کننده انتخابات نتایج نخستین انتخابات مجلس را ناقص می گویند.
نبود همکاری از آدرس کمیسیون انتخابات، فشار سیاسی از آدرس حکومت بالای کمیسیون سم شکایت وظیفهشان خیلی دشوار میسازه و ما مطمئن نیستیم که واقعا بتونن تغییرات بیشتر اونا وارد کنن. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نتایج نهایی انتخابات مجلس همچون نتایج نخستین به گونه تدریجی اعلام خواهد شد و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که مرحله نخست رسیدگی به شکایت‌های ولایت‌هایی که نتایج نخستین آنها زودتر اعلام شده است پایان یافتند. پخش یک نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی که دام شود در آن سربازان ایران با مهاجران افغان برخورد نادرست میکنند با واکنش‌های روبرو شده است. شماره شهروندان کشور که به تازگی از ایران برگشتند نیست از برخورد نیروهای مرزی ایران انتقاد میکنند، اما نیروهای نظامی ایران در واکنش به پخش این نوار تصویری میگویند که مرزبانان ایرانی مرتکب چنین بدرفتاری نشدند. این نوار تصویری که زمان و مکان دقیق آن مشخص نیست بازتاب گسترده در رسانه های اجتماعی داشته است. واقعا نگران کننده است چیزی که شما ایزان داشتیم. ما هم از طریق صفحات مجازی دیدیم به کرات و مرات، منتها متاسفانه هیچ هموطن ما حاضر به درج شکایت پیش ما نشده که ما به شکایت از زور رسیدگی بکنیم. در همین حال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این موضوع از مجراهای رسمی بررسی خواهد شد. ما ادعاها مبنی بر آزار و اذیت آوارگان داخلی بخصوص آنانی که مربوط به ولایت هرات می باشند از طریق ادارات زیرب به وزارت محترم خارجه، وزارت محترم مهاجرین انعکاس دادن تا از طریق کمیسیون دو جانبه مورد رسیدگی قرار بگیرد. دیدگاه مقامهای سفارت ایران را در کابل به دست نیاوردیم، اما خبرگزاری پلیس ایران این تصویر را جعلی می داند. در همین حال شماری از مهاجران که به تازگی از ایران اخراج شدند از برخورد نظامیان ایرانی انتقاد می کنند. برای من دیگه اونجا مورد ضرب شدت مزید آزارش قرار گرفتیم و کتک کاری و با شوک می زدن، شوک برقی دیگه، با گاز اسپری، گاز اشکاور می زدن. ما را گفت که شما اینقدر پول باید جمع کنین ما را بفرستین بریم. ما هیچ کدوم پول نداشتیم. ما را چقدر زدن، اذیت و آزار کردن، فوش ناموس، فوش پدر و مادر، همه کار رو ما کردن. دیدیم با این رقمی بسته بود دستایش را زیر پای شعاب جوش می رخت. پای بچه ها کلن از این چیز زده بود. مسئولان ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت هرات می گویند که در جریان سال روان بیش از 300 هزار مهاجر افغان از ایران به کشور برگشتند که بیش از نیمی از آنان از سوی حکومت ایران اخراج شدند. همایش پژوهشی و علمی برای بررسی آثار خوشحال‌خان خطک یکی از شاعران زبان پشتو امروز در کابل برگزار شد. در این همایش یک روزه دهاتن از شاعران و نویسندگان با شمول کسان از خیبر پختونخوا و کویته پاکستان نیز شرکت کردند. شمار از شاعران و نویسندگان در مقاله هایشان زندگی خوشحال‌خان خطک و آثارش را بررسی کردند و او را یکی از ستاره های بزرگ ادبیات زبان پشتو نامیدند. از این میان بیشتر از 200 اثر خوشحال‌خان خطک شماره از این اثرها به زبان فارسی نگاشته شدند. آسیبه تکپال گزارش می‌دهد. نابغه خوشحال خان، این نام همایشی است که برای نخستین بار از بهر ارج گذاری و یاد بود از خوشحال خان خطک، شاعر بزرگ زبان پشتو، به دستور رئیس جمهور غنی در کابل برگزار شده است. پختو ادبیاتو که دلم ریزل دا ملی خودی او جان دی ملت پرایز پیژندل دا موضوع د پختنو تبلان دی کړی ده. بیشتر از 25 شاعر و نویسنده از خیبر پشتونخوا و کویته نیز برای شرکت در این همایش به کابل آمدند. خوشحال بابا په نثر کې هم کار کړی دی، په شعر کې هم کار کړی دی، د پښتنو روحانی تربیت هم کړی دی، سیاسي تربیت هم کړی دی. خوشحال خان خطک در بیشتر اثرهایش افغانان را به علت چندستگی سرزنش کرده است. داسې یو شخصیت چې د دواړو غاړو د خلکو لپاره یې کار کړی دی، بحث او څېړنې او تحقیقات د دې ښکارندوی کوي چې دا ملت ته یوځای کېدو او سولې او ارامۍ ته د تګ لاره جوړوي. پرون خبره یې کړې ده، د نن خبره یې کړې ده، او موږ ته یو روډ میپ
د مستقبل لپاره یو لار راته خودلی ده. این شاعر شش غزل ملمع نیز سروده است که ترکیبی از واژه‌های پشتو و فارسی هستند و قافیه‌های این دسته از شعرهایش بیشتر پشتو هستند. خوشحال خان خټک یو داسې شخصیت دی که ته دغه شعر ولولې نو ستا به دا خیال شي دا خوشحال خټک ټول عمر شعر لیکلی دی او په هغه شعر کې زموږ د ټولنې هر اړخ څېړلی دی. اولین ځل خوشحال پیژندنه چې د خوشحال په اړه باندې یو کتاب ولیکل شو هغه روسانه ولیکه د روسي ژبې څخه پښتو ژبې ته وژباړل شو. ولې که نن ورځ موږ اوس هم ځینو پښتنونو یا ځینې درې ژبو نه پښتنه وکړو په افغانستان کې چې خوشحال څوک ده شاید وی نه پیژني. خوشحال خان خټک در 87 سالگی درگذشت و از وی بیشتر از 200 کتاب به زبانهای پشتو و فارسی بر جا مانده است. قرار است که بر روز پنجشنبه ارگ ریاست جمهوری نیز میزبان چهارمین روز همایش نابغه خوشحال خان باشد. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. نشست سه جانبه با حضور وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست وزیران این سه کشور برای تشکیل یک کمیته به توافق نرسیدند و قرار است در ماه آینده میلادی درباره این کمیته گفتگو شود. این کمیته با هدف تدوین قانون اساسی و صلح پایدار در سوریه تشکیل می شود. در این حال سازمان ملل می گوید که ایجاد این کمیته نیاز به تلاش های بیشتر دارد. نشست سه جانبه ای که با حضور وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در شهر ژنو سوئیس برگزار شده بود، بیان که درباره کمیته تدوین قانون اساسی سوریه به توافق دست یابند، پایان یافت. اما در این نشست توافق شد که جلسه دیگر برای تعیین کمیته به هدف تدوین قانون اساسی و صلح پایدار در سوریه در اوایل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. در همین حال وزیر خارجه روسیه نشست‌های بعدی را بسیار مهم می‌داند. در این نشست توافق شده است که نشست بعدی در اوایل سال آینده میلادی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه که به زودی ماموریتش پایان می‌یابد می‌گوید که برای همشمول بودن و اعتبار بیشتر این کمیته باید تلاش‌های بیشتر انجام شوند. می خواهم تاکید کنم که سازمان ملل متحد مصمم است که تلاش‌هایش را برای رفاه مردم سوریه ادامه دهد. می خواهم از اهمیت جامعه جهانی در روند سیاسی سوریه نیز یادآوری کنم. وظیفه کمیته که قرار است سه کشور در اوایل سال آینده میلادی درباره آن گفتگو کنند، افزون بر مسئله قانون اساسی سوریه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تامین صلح پایدار را در سوریه نیز در بر می‌گیرد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور تشکیل فرماندهی فضایی را صادر کرد. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا با ایجاد فرماندهی فضایی بر فضا نیز تسلط داشته باشد. پیش از این نیز مقام‌های آمریکایی گفته بودند که تا 5 سال آینده آمریکا نخستین کشور خواهد بود که نیروهای فضاییش را ایجاد خواهد کرد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوها با مقامهای کره جنوبی به سئول پایتخت کره جنوبی رسید. قرار است که او در این سفر 4 روزه‌اش به شبه جزیره کره درباره مسائل امنیتی و نظامی میان واشنگتن و سئول گفتگو کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که کشورش به جنگ افزارهای دست یافته است که کشورهای دیگر مانند آنها را ندارند. با گفته آقای پوتین این جنگ افزارها به امنیت روسیه کمک می کند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. در یک ماه گذشته بهای مواد خوراکی به ویژه بهای آرد که بیشترین تقاضا را در بازار دارد به گونه چشمگیر افزایش یافته است. شمار از فروشندگان آرد میگویند که در یک ماه اخیر در یک بوری آرد تا 200 افغانی افزایش آمده است. شمار از باشندگان شهر کابل میگویند که افزایش بهای مواد خوراکی برایشان سخت و نگران کننده است. روح‌الله آرمان گزارش میدهد.
هرچند در کنار آرد بهای بسیاری از خاروبارها در بازارها رو به افزایش بوده است، اما شماره از باشندگان پایتخت میگویند که افزایش تا 200 افغانی در هر بوری آرد در یک ماه گذشته حتی نان خشک را از سفره آنان برداشته است. شاپور که در پایتخت رانندگی میکند میگوید که با درآمد اندکی که دارد توان خرید خاروبار مورد نیاز خانواده اش را ندارد. وضعیت خوبی خراب است، کاروبار نیست، قیمتی به اوج خود رسیده، روز به روز قیمت شده میرد. مثلا بوره را، مثلا برنج، مثلا روغن، این خوب به دلار میه. تنها تولیدات وطن خود ما که یک پیاز و کچالو و ترکاری است، حتی امیر را خریده نمیتونه. از سوی شمار از فروشندگان مواد اولیه در بازارها نیز از وضعیت کنونی خوشنود نیستند. آنان میگویند که همزمان با افزایش بهای کالاها در بازارها، فروش های آنان کاهش یافته است. ما پیشتر 1200 بود. حالا 1400 را به یک میگه. برنج چقدر بود؟ حالا چقدر؟ برنج دیگه 2200-300 می فروختیم، حالا برنج بشه 2500 را به یک میگه. اگر دلار ارزان شد نرخ ها در مجموع ارزان میشه. اگر دلار بلند شد مکمل نرخ ها بلند پیدا میکنه، نرخ بلند میشه، خود طبعا سر بازار تاثیر خود میکنه. در کنار ناداری، بیکاری هم سبب شده است که با گذشت هر روز زندگی برای شهروندان کم درآمد در کشور دشوارتر شود. بر بنیاد آمارهای داده شده در حال حاضر 50% از مردم یا بیکار هستند و یا کار ناکافی دارند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 539 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. ملی‌پوشان فوتبال امید افغانستان نخستین تمریناتشان را در شهر دوحه قطر شب گذشته آغاز کردند. قرار است تیم ملی امید افغانستان و تاریخ 25 ماه میلادی در یک دیدار دوستانه به مساف تیم ملی فوتبال پاکستان بروند. سال گذشته تیم ملی امید افغانستان در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا با 3 شکست پیاپی در برابر تیم‌های عراق، عربستان و بحرین و دریافت 18 گل نتوانست به رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کند. رقابت‌های انتخابی ورزش‌های زورخانه‌ای با شناسایی 40 چهره برتر به پایان رسید. این رقابت‌ها در کاتگوری سنی جوانان و بزرگسالان که در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به مدت 2 روز میان 120 ورزشکار در وزن‌های مختلف برگزار گردیده بود، امروز با شناسایی 40 چهره برتر به پایان رسید. در این رقابت‌ها ورزشکاران 8 باشگاه کابل برای به دست آوردن عضویت تیم انتخابی کابل با هم رقابت کردند. لیونل میسی برنده کفش طلایی سال 2018 شد. لیونل میسی روز گذشته پنجمین کفش طلایی خود را سوی نشریه مارکا که همه ساله برگزار می‌گردد دریافت کرد و از این حیث ریکارد دار شد. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.